کرده بودیم، خواستیم با یه بخشید من دیگه مجبورم بگم، خواستیم واسه یه امر خیلی با شما صحبت کنیم. از کی تا حالا دست به خیر شدید؟ نبودن آقات رو تاثیر گذاشت. شما رو قبول نداره. بابا زشته اینا گروهونه. آقا جون من کار خیر که نه، امر خیر. ازدواج و اینا میفهمید. وا، شلوغ میکنی. بابا مگه نمیگفتی جای خواهرت هم خواهرت معاشرت؟ خب باشه. این همه حرف واسه شوهر روسای بالا سرا، این همه واسه چه شلوغ میکنی؟ به خدا مردم خجالت حیا سرشون نمیشه. مردم محل ناامن شده. خانوم آقا چرا واسه من درد سر درست میکنی؟ میدونی که من اینجا آنتن دارم که قویه میشنوه، شب باید جواب بدم. این بچه ها صحبت میکردیم، یکی از این رفقای ماست، بد جوری دل باخته شماست. میدونی که آخه من واسه خودم یه پا مردم، یه بله. آقایون ندارم. اون که بله، ولی خب بالاخره آخرش که چی؟ باید بالاخره شما هم تشکیل زندگی بده، بری سر خونه بخت. خب بالاخره ما با این بچه ها صحبت کردیم، اگه بشه ما با شما یه صحبت کنیم. البته اولش باید من و شما درباره ایشون و شما صحبت کنیم. بله خب، حالا شما بزرگتر کی شدی با این همه جربوزه؟ بفرم، حالا کار خیرم میکنم، خیرمون دوباره جور. والا بگم چه جوری بگم؟ روی دیوار از فرقا بگم. والا حقیقتش ما می‌خواستیم بر ما نیوردی از فرقا. چش چایم الان میام من اینو توک زبونم بگم. یه چایی به الان. حقیقتش اینه که بسا بگم از فرقا اول یه چایی بهش بده. خیلی فشارش بیاد. بگم بعدش دیگه آخر من. والا شوکایی که به من وارد می‌کنی. نگران نباش، نوری نیست. خوبه. سوالم هم می‌درسن، من این چایی نریزم خیلیه. والا حقیقتش خانم آقا من بابا چرا انداختین گردن من؟ شما همین اینجا بودین دیگه، قند زیاد بخوش. والا حقیقتش خانم آقا ما بگم دیگه بچه هوا هست واسه آقا مرتضی واکسی. کی؟ آقا مرتضی کفاش؟ همچین میگه آقا مرتضی کفاش که صاحب کارخونه کفش ملی رو باشه، با اون تو یه سمت کار میکنه، حالا صفر حسابش فرق میکنه، دل پول نداره، دل که داره. همیشه دارم مارکی، حالا نمیدونم چه مارکی. ای بابا خانم آقا داری عداشو در میاری یا واقعا تو هم اسیر مارکومودی؟ بزن بریم. ای مود ای مود، میزنی هر زمان سفینه و رنگ، میکنی با تمام شوهرها جنگ. از دستت ای بی چشم رو شد حسدم تنگ، تو از دردر آمدی به رنگ تازه، که پیراهن زنان دومش درازه. من گفتم شما نفرمودی نظرتو. حالا از شما چه پنهون؟ پدر مادر من که به رحمت خدا رحمتشون. خدا رحمتشون. البته دلم میخواد خودم بشنوم حرفشو. میخوام جنمش چه؟ بابا این آقا چیزایی میخواد. این آقا مرتضی من خیلی خجالتیه. چی؟ خجالتیه. ولی هر دفعه که منو میبینم داره اون رادو میاد و بیز بیز میکنه. کجاش خجالتیه؟ بابا اینو شما هم میگفتین راست میگه بابا تو محل متوجه شدی؟ ای بابا، بابا
حالا این اتفاقا به هر صد پیش میاد. حالا شما اگه میشه حالا یه نامی نشونی چیزی اگه داری از خانوادت ما بتونیم حداقل یه برنامه ریزی بکنیم. حالا صحبت میکنیم بیشتر روش فکر کن فهمیم. حالا اگه میشه شما فکر کن به هر صد اینم سر خونه بخت بره گناه داره. من باید آقا داداشم فکر کنم در بیون بذارم. کامبیس کجا رفته؟ حالا نمیدونم فکر کنم رفته. ما بچه‌ها صحبت کردیم قرار شد بره یه دستی به سر گوشش بکشه پیش کامبیس سلمونی. درسته فرستاد پیش کامبیس سلمونی دیگه. حقیقتش رفت پیش کامبیس سلمونی یه خورده تیپ بزنه بیاد یه جوری بلکه شما بپسندید. چه شیک این شد یه حرفی. ببین زنا تا 100 سالگی هم تیپ دوست دارن. چی گفتی؟ هیچی بابا هیچی. حالا اصلا اگه میشه ما دیگه بله رو بدیم دیگه. آقا مرتضی اگه خواست یه حرکتی بزنه ما دیگه اجازه بدیم دیگه. و بچه چی بگم دیگه؟ مرتضی سلام علیکم. چه بس چرا اینجوری شدی یه خودتو؟ اصلا این کامبیز چیز بمونه کبیر از اول کلن سر هم بندیم که گفت دیگه ما باید در تو سنگ تموم بذاریم. مرتضی اونی که تو بودی باید سنگ هموم برات میذاشت بجا سنگ تموم. اینا رو آه اینا خانم آقا مگه نمیگفتی باکسی بو میده؟ من بو میدم؟ این رو شیک شده. چی گفتم مگه؟ خب حقیقت رو دارم میگم دیگه. این کار رو به جای اینجا جامعه یکم کارات رو حفظ کنم. آقا من کارامو حفظ نمی کنم. من همه کارامو حفظ نیست. خیلی خوب مگه هنرمند نسل نو هم نیست؟ چه هستم؟ با همه کارامو حفظ غزلمو حفظ کردی؟ حفظ که حفظ حفظ ولی خب گیراییم بالاست درکم بالاست حواسم جمعه جمعه تو حفظش میکنم. معلومه بابا این که گفتی رفیقت خیلی خوب میگه رفیقت پیدا بابا این مظلوم بود به خدا بابا به قرآن ببینم شماها نمیتونین سنگین باشین آبروی من رفت جلو این بچه ها. من کلی تعریف کرده بودم از شما ها. الان نمیگفتی واکسی بو میده؟ نمیتونی یعنی نمیتونی شما سنگین باشید؟ این گفتی واکسی من بو میدم نگفتی واکسی. آخه شما نمیتونی درست سنگین ای بابا چه وضعی درست کردن؟ این تو مرد نیست من دوست ندارم شما اینو نگاه کن بیا جمع حالا نگاه کن تو رو شما برو فقط عزیزم شب اگه ممکنه من میسکال زدم بیا واتساپ بچتیم کیچی به تو اگه چت نبودی عاشق نمیشدی. این حرفا چی چیه؟ تو الان گفتی در نمیاری چرا حرف بابا مگه نگفت الان چت یعنی شما نمیتونی چت بگو یعنی شما نمیتونی سنگین عاشق بشی اوکی. عجب بابا چه زندگی داریم از دست اینا لباساشو دیدی؟ انگار همین الان از فشن وی که پاریس اومده بود لباسا فشن وی تو رو قرآن بچه ها یه چیزی برای این آقا و خانوم بزنیم چی بزنیم علی جون؟ زن من عاشق مود شیکیه رو بزنیم زن من عاشق مود شیکیه. زن من عاشق مد و شیکیه عاشق فق زدن تو تاریکیه نه فکر من نه فکر خونه خدا میدونه شدم دیوونه. صبح زود پا میشه از تو رخت خواب با ریختی پریش و حالی خراب به صد جیغ و داست و راقم میاد ز من پول میخواد واسم در میاد. تا شوم تو اداره جون میدم روز و شب من برای مد سیاه شده چی بگم. هوایی شش دست لباس و کفش میخواد لباس شیک و مده هفروز میخواد یه پول تو رو دیدم شد کباب به دست خانم منم در تو میگم خانم شوخره ای بیچاره اینا رو از کجا مفتد میاره خودت میدونی من
بعد از این تصنیف و این حال و هوا و صحبت‌های خانم آقا و کارهای آقا مرتضی، هر کسی شروع میکنه یه گیری به این دوتا دادن. از یه بعدی وارد قضیه میشن که آقا اونایی که اینجوری شروع نکردن وقتی وارد زندگی میشن اسیر این داستانا میشن. شما که دیگه اصلا دیگه داغون از همین اول وارد این قضیه شد. ولی اون وسط یکی از بچه‌ها یه حرفی میزنه که انگار یه بعد جالبی از قضیه است. میگه که خانم آقا درسته که شما درست وارد ماجرا نشدین، ولی به آقا مرتضی میگه که خانم آقا چون پدر مادر نداره تو شانس آوردی که مادر زن نداری. و گفتن یه همچین چیزی توی یه جمعی از عاشقای دیروز و زخم خورده های مادر زنای امروز میشه یه مثنوی 70 من از درد دلاشون. اصغر که انگار یه چند دفعه درست حسابی به دست مادر زن نقره داغم شده، بقیه بچه‌ام از وقتی که تمرین‌ها شروع شده نمیرسن به کارهای خونه‌شون، حسابی اوضاعشون قاراش میشه. اینه که این احساسات و این حرفا وقتی که کنار هم قرار میگیره تبدیل میشه به یه اعتراض ملودیک. افکنده زنجیر بلا ای رفقا به گردن من، مادر زن من. افکنده زنجیر بلا ای رفقا به گردن من، مادر زن من. صد مرتبه پیش افتاده به دشمنی زد دشمن من، باشد این پر ادا آیت سروری کرده بر گردنم حلقه نوکری زده تنابی به گردن من، مادر زن من، مادر زن من. در خانه و دختر خود خود خانم خوشت کندن انداخت لندن، پشت هبنگ سنگی مطمخ ما گرفت سنگن، چشاشو بنگر کار مادر زنم دل نوازی شده، در جهاز خانم سر جهازی شده، با برگر و خار بگوشن من، مادر زن من. شونه خالی بکن از کار و کارگری، خلاص راضی به مردن من، مادر زن من، مادر زن من. افکنده زنجیر بلا هی رفقا به